دلت را به دریایی از خون بزن، علم بر دل خاک میدون بزن، شرر بر دل دشمنامون بزن. به نام خدا. سلام به یکی دیگه از برنامه‌های کانال مسلمان تیوی خوش اومدین. گرگیج عالم وهابی سنی نما به اهل بیت توهین کرد و ما تو کلیپ قبلی پاسخ دادیم که اصل داستان رو داره تحریف میکنه و دروغ‌های تاریخی رو به خورد مردم میده، چون همونطور که قبلا گفتم اصل داستان بیبی شهربانو مورد تردید جدی بین علمای شیعه است. حتی اگه دروغ‌های تاریخی امثال گرگیج رو بپذیریم، حرف مفت ایشون هیچ توجیه شرعی نداره. ایشون نسبت ناروایی به اهل بیت داده که پاسخش رو قبلا دادیم. این کلیپ خیلی با استقبال مواجه شد، برای همین آتئیست کارتونی یوتیوب و وهابی‌های هم مسلکش رو به دست و پا انداخت تا بیان پای کار رو دفاع کنن. چون همونطور که قبلا گفتم اگه دقت کنید آتئیستای یوتیوب که برای پول حاضرن شرف و حیثیت و ناموس خودشون رو هم بفروشن، در واقع ساخته و پرداخته وهابیت هستن و اگه به برنامه‌هاشون دقت کنید بیشترین حمله رو به مقدسات شیعه دارن. یکی از این آتئیستای کارتونی که بارها و بارها رسواش کردیم و از ترس نمیتونه طرف ما بیاد، با کلی ذوق و شوق کلیپ داده بیرون و نسبت حرامزاده بودن که الحق و الانصاف فقط و فقط در شأن خودش و مستحق این عنوان هست، این رو به دفاع از گرگیج به اهل بیت نسبت داده. بریم ببینیم این دوزاری چی میگه. اما واقعیت داستان این بوده که خطبه عقدی در کار نبوده، کنیز بوده. تجاوز به کنیز در اسلام حلاله، نیازی به خطبه خوندن نداره. این بی سواد ها چون اهل مطالعه نیستن، منبعشون معمولا ویکی‌پدیاست که از طرف هر کس میتونه ویرایش بشه، اما دروغ این ملعون رو با یک آیه از قرآن اثبات میکنیم تا تمام حرفاش بره رو هوا. تو آیه 25 سوره مبارکه نسا میخونیم: و هر کس که توانایی ازدواج با زنان آزاد پاک دامن با ایمان را ندارد، میتواند با زنان پاک دامن از بردگان با ایمانی که در اختیار دارید ازدواج کند. یعنی اگه اصل داستان اسارت شهربانو صحت داشته باشه، ایشون طبق این آیه باید مسلمون شده باشه تا امام حسین سلام الله علیه بتونه باهاش ازدواج کنه. علاوه بر این روایاتی داریم که کرما از بحث کنیزا مستثنا هستن، یعنی باید تکریمشون کرد و نمیشه کنیز گرفت، مثل جریان اسارت دختر حاتم تایی که پیامبر فرمود به خاطر سخاوت پدرش به این دختر احترام بذارید و تکریمش کنید. شهربانو هم جزء کرما بوده. حتی اگه این رو هم فاکتور بگیریم، اگه کنیزی بین چند نفر شریک تقسیم شده باشه، مثلا 2% برای ایکس، 3% برای ایگرگ و بقیه برای یک نفر باشه، اگه یک نفر که 1000% در اون کنیز سهم داشته باشه و سهم خودش رو آزاد کنه، اون کنیز کلن آزاد میشه. اما دروغ دوم این آتئیست کارتونی زمانی روشن‌تر میشه که میخواد بگه شهربانو در تملک عمر بوده و به عنوان هدیه و هبه داده به امام حسین. پس اگه شیعیان عمر رو خلیفه برحق ندونن، حکم این کنیز مثل مال غصبیه و ازدواج درست نیست و باقی ماجرا. غافل از اینکه برای غنیمت جنگی دو شرط وجود داره: جنگ به دستور امام یا نائب او باشه، همچنین غنیمت با جنگ به دست اومده باشه نه صلح. علاوه بر اون، طبق اعتقاد شیعه امام ولایت تکوینی و تشریعی داره، همونطور که قرآن هم به این موضوع اشاره کرده و فرموده: و به او گفتیم این عطای ماست، به هر کس میخواهی و صلاح میبینی ببخش و از هر کس میخواهی امساک کن و حسابی بر تو نیست، یعنی تو امین هستی. حالا برای اینکه دروغ این شیاد روشن بشه، به منبعی که خودش استناد کرده رجوع کنیم، یعنی همون ویکی‌پدیا. تو ویکی‌پدیا درباره یزدگرد سوم اومده که بین سالهای 632 تا 651 میلادی حکومت کرده. جنگ بین ایران و اعراب هم تو اواخر دوره حکومت یزدگرد سوم بوده. حالا بریم سراغ سالهای خلافت عمر، ببینیم تو چه سالهایی بود. از سال 13 تا 23 هجری قمری که اگر
اون رو تبدیل به سال میلادی کنیم، مصادف میشه با 634 تا 644 میلادی. یعنی طبق همین مستنداتی که داشته، بحث در زمان عمر نبوده اصلا و مربوط به خلیفه سوم یعنی عثمان میشه. این دروغ بعدی. یعنی اساسا این یارو بر اساس منابع ویکی‌پدیا کلیپ میسازه و مخاطبینش رو چی فرض میکنه نمیدونم. اما نکته عجیبتر ماجرا توجه به سال تولد امام سجاد و سال مرگ یزدگرد سومه. یعنی اگر تمام فرضیات دروغین اینها رو هم درست بگیریم، بازم سن 8 تا 10 سال برای مادر ایشون دروغی بیش نیست، چون در این صورت شهربانو باید روز مرگ پدرش به دنیا آمده باشه. از طرفی امام سجاد طبق نقل معتبر تو سال 38 هجری قمری به دنیا آمده. این رو مقایسه کنید با زمانی که عمر از دنیا رفته، بنابراین مادر ایشون 15-16 سال سن داشته حداقل. دقت کنید، این حداقل. اما بریم سراغ وهابی بی سوادی که تو اینستاگرام کلیپش رو گذاشتم که یک آیه رو از رو سه بار اشتباه میخونه. این آدم در مقام دفاع از گرگیج همون حرفایی رو میزنه که خود گرگیج هم مطرح کرده. میگه اسمش محمد حسین هست و ما محب اهل بیت هستیم. شل مغز، تو اسم صدام هم حسین بود. آیا این به معنای تایید جنایت صدامه؟ قرآن تو آیه 4 سوره احزاب میگه خداوند برای هیچ کس دو دل در درونش نیافریده. مگه میشه هم امیرالمؤمنین علی سلام الله علیه رو دوست داشت، هم به معاویه گفت خال المؤمنین؟ مگه میشه ماست هم سفید باشه هم سیاه؟ امام علی سلام الله علیه در توصیف معاویه میفرماید خداوند برای او پیشتازی در دین و پیشینه درست در اسلام قرار نداد. او آزاد شده فرزند آزاد شده است. او دسته ای از همین دسته هاست که با اسلام مخالفت میورزیدند. او و پدرش همیشه دشمن خداوند و پیامبر و مسلمانان بودند تا اینکه با کراهت به اسلام روی آوردند. همچنین حضرت در توصیف معاویه می‌فرماید بدانید که بیگمان پس از من مردی گشاده گلو و بزرگ شکم بر شما چیره خواهد شد. آنچه بیابد می‌خورد و آنچه را نیابد می‌جوید. او را بکشید و هرگز او را نمی‌کشید. بدانید که او شما را به دشنامگویی به من و بیزاری جستن از من وامی دارد. حضرت در جای دیگری طی نامه‌ای به معاویه می‌نویسد سبحان الله، چه سخت به هوس‌های بدعت آلود گرفتاری و به سرگردانی پیروی شده دوچاری. با تباه ساختن حقیقت‌ها و کنار نهادن وثیقه‌هایی که خواسته خداوند است و حجت او در برابر بندگانش. و نیز حضرت می‌فرماید به خدا سوگند معاویه دوست می‌دارد که از بنی هاشم کسی نباشد که در آتش بدمد جز آن که بمیرد تا نور خدا خاموش شود، ولی خدا جز این نمی‌خواهد که نور خود را کامل کند هرچند کافران ناخشنود باشند. نمونه‌های مثل این زیاده که بخوام بگم تا فردا صبح طول می‌کشه. پس اینکه یکی ادعای محبت اهل بیت کنه و دشمن ایشون یعنی معاویه رو دایی مؤمنین بدونه و تکریمش کنه یه ادعای دروغین و باطله. به همین مقدار کفایت می‌کنم و خطاب به این آتئیست کارتونی و وهابی بی سواد میگم هر که با آل علی درافتاد برافتاد. ممنون که تا انتهای این برنامه همراه من بودید. با لایک این ویدیو کمک می‌کنید یوتیوب رو به افراد بیشتری به نمایش بگذاره و شما در ثواب نشر و ترویج معارف مفاهیم اسلامی سهیم و شریک بشید. تا ویدیو بعد و برنامه بعد شما رو به خدای بزرگ و مهربون می‌سپارم. خدا نگهدارتون.